جوان هستم. بخش نوشته هستی اینجا چندبانه هست حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. خندوانه از یک شنبه تا پنج شنبه شب و ساعت 11 در خدمت شماست، تکرارش هم که هست، و پنج شنبه جمعه ها و شنبه ها هم برنامه دیگه در شبکه نسیم وجود داره به اسم دور همی که دوستای خوب و همکار خوب من براتون تدارک دیدن. عرض کنم که یه شعری خوندم که میگه مادرم پیامبری است با زنبیلی پر از معجزه که با اولین سوز زمستانی علنگوهایش را تبدیل به بخاری کرد. اعمال تارا صالحی. همین الان اگر پدر مادرتون بغل دستتونه یه شیرجه با دو وارو پشتک به سمت دستشون و ماچ 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 دستشون ماچ کنی، اگر کنارتون نیستن و دورن یه زنگ بزنین، فعلا اون ماچ رو حواله کنین تا بعد نقدی تحویلشون بدین، و اگه خیلی بیشتر دورن چشاتون رو ببندین و از این که میتونین به یادشون باشین و دلتون گرم بشه و این دلتنگی هنوز انقدر زنده اینی که درمون شکل میگیره، به نظرم این کار بکنید و این خودش جای خوشحالی داره. پس شادی برنامه‌مون رو بلند بشیم. شادی برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به همه پدر مادرهایی که هستن کنار ما یا نیستن کنار ما، برای شادیشون، به افتخارشون. خب کاری که میتونیم بکنیم اینه که با ستاره 780 مربع میرین اونجا توی خندوانه ثبت نام میکنید برای اومدن اینجا. عده معترض بودن، به من میگفتن حالا چه تو فضای مجازی چه حضوری که ثبت نام کردیم نرسیده بیه. خب ما هی داریم اینجا رو، هی خندوانه رو در هر فصل بزرگترش میکنیم که تعداد بیشتری از شما بتونید حضور پیدا بکنید، ولی و هر حال سخت، متقاضیان زیادن و اینکه نوبت برسه به هر کی یه ذره سخت میشه. کاری هم که میکنیم اینه که همجوری به ترتیب نمیریم جلو، هی از جلو وسط عقب هی ور میداریم که اونایی که اومدن فکر نکنن حالا باید تو صف باستن. خب سه ستاره یک برنامه که به طراحی و کارگردانی و اجرای احسان علیخانی عزیز اتفاق افتاده در شبکه 3 که تمام برنامه هایی که در تلویزیون در سال 94 پخش شدن رو توسط 33 داور ارزیابی شدن. اینا شدن هیئت داوران، هیئت انتخاب اومدن و یک لیست فهرستی جلوی ما قرار گرفته که ما به عنوان تماشاچی میتونیم به اینا رأی بدیم. خندوانه در سه بخش کاندیدا یا نامزد شده. یکی بهترین گزارشگر که محمود کریمی عزیزم کاندیدا شده، کسی که شما صداشو فقط میشنوین با آدم ها حرف میزنه، اینجوری هم حرف میزنه با آدم ها. دوم منم به عنوان اجرا،
سوم خود خندوان است. و ما توی این سه بخش با عادل عزیز برنامه 90 رقابت داریم. در گزارشگر اونها اوله، محمود بن اول دوم بود، بعد شد سوم، هی اومد پایین تر، چون به خاطر اینکه دیده نمیشه آدم ها کمتر بهش ممکنه رای بدن، ولی خب ما به همین روند دیده نشدن ادامه میدیم. من و عادل 50,000 تا فاصله داشتیم، عادل جلوتر بود، بعد فاصلهمون کمتر شد به 28,000 تا رسید. عادل توی 90 اعلام کرد که رای بدین، بعد فاصلهمون شد 60,000 تا. عادل از تو بعید بود، من نمیخواستم اینجا استفاده کنم، ما رو آنتن نبودیم ولی تو رو آنتن بودی و از این موقعیت استفاده کردی. من به این میگم سوء استفاده، ولی خب باشه، قشنگه، منم الان میخوام سوء استفاده کنم. خب همین الان برای اینکه من به عنوان اجرا و مجری و میزبان خندوانه بیام بالا، این موبایلاتون رو بردارین بزنین، برین تو شماره گیر بزنین ستاره 780 ستاره 1 ستاره 1 ستاره 1 مربع، درست گفتم؟ ستاره 1 بزنید. هیچ هزینه ای هم براتون نداره، هیچی، فقط به من رأی میدین میام بالا ببینم چی کار میکنین برای من. تا جمعه بیشتر وقت نداریم، رأی بدین بیام بالا. ولی در خود برنامه، یعنی بین 90 و خندوانه، اوضاع خندوانه خیلی خوبه، دو برابریم ما. یعنی عادل همچنان هر شب هم بیاد رو آنتن بگه به 90 رای بدین نمیرسه. اینم سوء استفاده من، معذرت میخوام، مجبورم کردیم. خب متشکرم، لطفاً رای بدین خودم هم بیام بالا. خب 780 مسابقه قرعه کشی که داره برای یک ماشین خیلی خفن باحال، به خاطر اینکه خندوانه شروع شد انداخته عقب، میتونین برین اونجا از امکانات 780 که خرید شارژ و غیره و اینهاست، قبوز و اینا، استفاده بکنین که برین توی مسابقه قرعه کشی. ان شاءالله اون ماشین خفن خیلی قابل توجه و گرون قیمت به نام شما در بیاد. خنده 30 ثانیه‌مون رو بکنیم. البته کردیم، نه؟ نه، اون مال عادل بود. برای خودمون بکنیم. آماده؟ نفس. دومی. سومی. چهارمی رو نگردار. گفتم پرت کن. یک، دو، آلا. خندوانه و 90 یادتون بیاد. حالا کمربندامونو ببندیم، بعدش بریم بیایم که مرحله بعدی رو شروع بکنیم. آماده این؟ دست چپ بالا، قشنگ دست چپ بالا، میگیم قرش. آماده؟ یک، دو، سه، قرش. آها، پس یک، دو، سه، بریم بیایم.
بفرمایید 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 داغ و تازه داغ و تازه حلالت باشه حلالت باشه نریم شو سید نریم شو سید. سلام، حالا شما خوبه؟ اومدم بازار خرید کنم، گفتم تبریک هم بهتون بگم. من سال نو رو تبریک میگم، ان شاءالله سال خوبی برای همه باشه. سلام، حال شما، سال نو مبارک، در خدمتتون هستم، سال خوبی داشته باشید. سلام عرض میکنم، سال نو و عید باستانی و خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. خانم ها، حراجی باره داخل کوچه، زنانه، مردونه، بچه گونه، از 8000 تومن تا 15000. حراجی باره داخل کوچه، خنده بونم یادتون نره، شبا شبکه نسیم، عیدتون مبارک. تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این حزن صدا بیزار که دل تنگ نفس هات من است. تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این حزن صدا بیزار که دل تنگ نفس هات. صدا بیزار که دلتنگ نفس هات من است. تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این حزن صدا بیزار که دلتنگ نفس هات.
تو به آرومی به آغوش صدا میرم، تو تنها شوق دنیامی، تو رویای تو میمیرم، هنوزم نقشی از چشمم تو عمق چشم گیراته، هنوز اوج صدای من دلیل نفس دستات من است، تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این حزن صدا بیزار که دلتنگ نفسات من است، تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این حزن صدا بیزار که دلتنگ نفسات من است، تکرار بیهوده از این دل سردی حرفام، از این فرمان فتلی ها. فرمان فتلیان یکی از چند خواننده بسیار بسیار دوست داشتنی و لذت بخشیه که من عاشقشم. نه همه شون دوست داشتنی لذت بخشن که من عاشق شدم، اون جزء چند تایی که من عاشق، خیلی ممنونم که تشریف آوردی. این کار چی بود؟ قبل از که معرفی کنم دلم میخواد که تولد 1395 رو به همه تبریک بگم. امیدوارم که امسال سال پر از عشق، پر از مهر، پر از انرژی های خوب، پر از اتفاقات مثبت و خوب برای همه باشه. زیر سایه امیرالمومنین همیشه خوب باشید و پر انرژی. کاری که تقدیم حضورتون شد از آلبوم جدید من هست که همین سال جدید بعد از تعطیلات انشالله روانه بازار خواهد شد. اسم آلبوم هست دیده بیدار. این قطعه قطعه ای بود به نام آغوش صدا و ترانه سرکار خانم شرمین شیراز. چه عالی. و آهنگساز و تنظیم کننده کارا همه خودم هست. خودت هست. مسابقه توضیح میدم یه بار لیپسینگ بتل که در دنیا اجرا میشه، ما در ایران میخواییم شروعش بکنیم به اسم لباهنگ. اسم خودمون اسم گذاشتیم براش. قشنگ لباهنگ. لباهنگ هم قشنگه. آره. رقابت لباهنگ که دو شرکت کننده ای که خواننده نیستن میان، خواننده حرفه‌ای حالا نیستن میان. البته تو شرکت کننده های ما کسی هم هستن که خواننده حرفه‌ای هم هستن. آره. ولی در اصل ما به عنوان یک شاخه دیگه یه حرفه‌ای و هنری میشناسیمشون، اون قوی تره، اون زاویه دیگه کارشون میان و با هم رقابت میکنن و شما به اجرای اونها و اینکه چقدر تمیز و دقیق میتونن آهنگی که متعلق به کس دیگه است رو داره پخش میشه رو اجرا بکنن، لب بزنن بخونن، شما به اجرای دقیقشون و اینکه چقدر میتونن جذاب و گرم و باحال اجرا بکنن رأی میدین در 3780 مربع. خب شما میشه تشویق اونجا بشینید؟ قطعا مخلصم. دیگه الان عرضی ندارم، بریم بیایم و من و فرمان عزیز از شرکت کننده های گروه اول مسابقه‌مون دعوت کنیم که تشریف بیارن تو و بهتره کنن برامون. بریم بیاییم. 1 2 3 بریم Ha 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 ha
یادت نره با خنده قیافت با حال سره هی هی نگو غرق مشکلم بهشون فکر نکن اینجا بهتره خب مسابقه اول مجموعه رقابت‌های لباهنگ یا همون لیپسینک بتلمون رو می‌خوایم شروع بکنیم. فرمان فتلیان عزیز اینجا حضور داره. من دعوت میکنم از شرکت کننده اول گروه اول که به من افتخار داده و اومده و هر دوشون البته کاملا جدی افتخار دادن و اجازه بدید دعوت بکنم از جناب آقای امیرعلی نبویان. خیلی مخلصم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه. سال نو رو تقریبا تبریک میگم و امیدوارم که امشب شب خیلی خوبی رو در کنار هم بگذرونیم. مطمئنم که یک رقابت نه چندان در سطح بالا ولی بسیار خصمانه و جدی امشب شاهد خواهید بود. فرمان دیدی اونجا نشسته؟ عرض ادب قربان. مخلصم. خب آماده ای؟ برای رقابت خصمانه و چیزی که من ازتون خواهش کردم؟ مدت هاست که انتظار این لحظه رو میکشم. چه آدمی عجب بابا. آقا شما لطفا شرکت کننده یه بعدی به معرفی کنید. خواهش میکنم، دلم میخواد یکی از هنرمندان بسیار محبوب و خوش انرژی کشورمون رو معرفی کنم و یک تشویق جانانه خوش انرژی به افتخار احسان کرمی عزیز. سلام به همه، سلام به حضار، سلام به بیننده ها، سلام به رامبد، سلام به امیرعلی. آقای فرمان فتلیان عزیزم که خیلی ارادت دارم، سال نو مبارک، ان شاءالله که سال خوبی برای هممون باشه. تسلیت میگم هم آخرتون هم باشه، ان شاءالله به شادی. خیلی ممنون. به هر حال آدم وقتی دوست عزیزی رو قراره که امشب از دست بده به صلاحی که با پیرهن و شلوار مشکی بیاد. بله من فکر کنم پیشواز عزاداری این لباس هستی. کارمه لباس کارت عزاداریه. عزاداری برای دوستان؟ نه خیر، عزاداری برای خودش. خودت حذفشون میکنی، خودت هم برایشون عزاداری میکنی؟ این کارت اینه؟ این ذات مسابقه شماست. آره راست میگی. واقعا هیچ علاقه ای نداشتم، احسان خیلی دوستش داشتم.
تو چقدر الان آماده ای؟ من چقدر الان آمادم؟ آره من همیشه آمادم. من انقدر آمادم که خیلی، من همیشه در سطح بالایی از آمادگی قرار دارم همیشه. واقعا فهم میکنی کدومتون بیشتر رای میارین؟ احسان راست میگه. راست میگه؟ آره حقشه. خب خیلی کار سختیه این کار. من یه بار امتحان کردم. واقعا امتحان کردی؟ آره یه بار امتحان کردم خارج از مسابقه ولی تو برنامه، ولی چیز بود واقعا سخت بود. البته خب قطعه خیلی سختی رو انتخاب کرده بودم. و این که البته خب اگر من شرکت کننده بودم جای شما بودم، جلوی فرمان اجرا کردنش قطعا برام سخت‌تر می‌شد. ولی شما به نظرم انقدر وقاحت دارید که اصلا براتون فرق نمی‌کنه کی اونجا نشسته باشه. خب خواهش می‌کنم که سنگ کاغذ قیچی بیاریم، هر کی سه امتیاز آورد اون اول اجرا می‌کنه. احسان اول اجرا نه، هر کی سه امتیاز آورد اون میگه که اول اجرا بکنم یا دوم اجرا بکنم. آها این خوبه. به تصمیم اون. آره به تصمیم اون. آره آماده؟ برو بریم. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. میشه بیارینش بالا اینجا ببین. آها ببینید من چه میکروفون گرفتم. یک ستاییه. سنگ کاغذ قیچی، دو سنگ کاغذ قیچی، سه. الان میگه من دیگه. آقا قانون اول رو به نظرم رام بکنیم دیگه، هرچی برد اول شروع کنه. احسان من خیلی خوب دبه میکنم، شروع نکن. باشه. کی الان قرار شروع کنه؟ مسلمن استاد عزیزم احسان کرمی به افتخارشون. خواهش میکنم، خیلی ممنون. تکرمی پیش احسان به پیش فرمان. احسان ما از تو جدا میشیم. تو یه توضیح راجع به آهنگی که انتخاب کردی بده. و ببینید به دو تا نکته باید حواستون جمع باشه. اینکه چقدر دقیق اجرا میکنه شرکت کننده با صدای خواننده اصلی قطعه، بعد رای بده، این یکیشه. دو اینکه چقدر میتونه گرم و جذاب این کار رو انجام بده. خب تو الان داری منو مجبور میکنه که گرم و جذاب انجامش بده. آره دیگه. خیلی خوب. آره بریم. قطعه ای که میخوام براتون لبخانیش کنم شیشه و سنگ، ساخته آقای فریدون خوشنود و با صدای محمد حشمتی پخش میشه. من جای آقای حشمتی سعی میکنم درست بخونم. با اجازه. خیلی ممنون. آفرین. من دوباره شبیه خودم شم. پیشو من تازه عوض کردم. خب درست الان راضی هستی؟ بله. خیلی شما دیوونه این. آفرین. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش میاد. خیلی هم عالی، خیلی هم قشنگ. دم شما گرم، عالی بود. چقدر تمرین کردی؟ چند بار مثلا؟ خب من آهنگو حفظ بودم، ولی تو مسیر که می اومدم انقدر ترافیک بود که تونستم فکر کنم 30 بار تمرین کنم. من تحریه کرده بودی برای همیشه؟ نه واقعا نه. نه هیچ. یعنی خودتو رها کردی بسید اینجا؟ آره بودم نمیشه. به به آقای کرمی بسید. خوش آمدین به خندوانه. لحنت من دارم لحنم اینجوریه دیگه. بله چاکرین. چه خوشگلیه. چه آدم های مهم خوبی. سلام کنید به خانم خیرآبادی. باورت میشه تو دلم این کار کردم؟ گفتم سلام خانم خیرآبادی. آقای نوذری اونجا چه سلامی از دل. آقای احمدی خیلی مخلص. به حمید خان. حمید خان عاشقشم. بریم آقا بریم که منتظرم. بفرمایید. بریم. آقای مدیری سلام. اومدیم برای خوانندگی آقای کرمی. بله لبخانی. آره اجازه می‌فرمایید؟ بله بفرمایید. به خدا شما بفرمایید. باج دل که ویرونه بود، دل که ویرونه بود، وقت که وارونه. آقا قشنگه. بفرمایید. بفرمایید. آخه خوانندگی کردین تا حالا؟ امسال فکر کنم 3 تا ترک یا 4 تا ترک دادم. اوه چه عالی.
هر کی به من گفت که منو دوست داره مثل تو دیوونه ی دیوونه بود، مثل تو دیوونه ی دیوونه بود. بله دیگه، تو مهمونی که معمولا میگن که بخون دیگه احسان، بخون اون صدا قشنگه. آره اون آهنگر و اون یکی رو. گفتی خودت یه تکیه گاهی واسم، گفتی نترسم از پریشونیام. همه این شغل و سمتهایی که الان داری رو نداشتی ممکن بود خواننده بشی؟ حتما، همین الانش هم ممکنه بشم. هم برای جدی تر، من اواسط مرداد کنسرت دارم. مثل تو نیم معمولی بریم. گفتی اسیر عشق، یه جا از شست اوج میگیره. گفتی نترسم از فریشونیام. حالا الان وسط مهمونی هستیم، مثلا وسط مهمون، وسط شام خوردن میگیم احسان بخون. بخون احسان. تا بهار دلشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کلبه ویران من. رقیبت که میشناسی خوب؟ رقیب سرسختی نیست ها. تو امشب استثنا به نظرم خوانندگی خیلی نقشی نداره در برنده شدن. آره اجرا و اینا اجرای ما. خب یه چیزی راجع به خندبانه بگو که دلت تنگ شده بود حسابی، چرا تعطیل شده، چرا شروع نمیشه و اینا. خندبانه رو دوست دارم به دلیل اینکه حال خوب میاره و من فکر میکنم در تلویزیون ما خیلی بهش احتیاج داریم، به این شکل برنامه احتیاج داریم. چیزی که مهمه اینه که امشب من و من این کارو کردم، امیدوارم همه این کارو بکنن، از اون قالب همیشگیشون بیان بیرون. اینجا جایی که بگیم، بخندیم، شوخی کنیم، زودم از دست هم ناراحت نشیم، جنبه شوخیمون، ظرفیتامون رو بالا ببریم. اینجا مال گفتن و خندیدنه. اگه قرار باشه بیایم اینجا، این همه وقتی که من جلوی دوربین میشینم میگم سلام خانم ها آقایان، وقت شما بخیر، خیلی خوشحالم که امروزم همراه شما هستم، دیگه به درد نمیخوره، این مال خنده باشه. آقا آجیر زدن. آقا رشتیم. بله بله. برو. آره کیفم اینجا بمونه. این وسایل من کن. وسایلشو بیارین. شما زنیم کمک کن، هر جور دلمون خواست توضیح کنیم. بله بله، هر کی که داره فقط یکیشو بدین دست احسان چون لازم داره. ترجیبند این آهنگی که میخوام براتون اجرا کنم اینه که دیگه دست من نیست. چی نیست؟ دیگه دست من، دیگه الان دست احسان. دیگه دیگه. بچه نداریم دیگه بیشتر. دلم میخواد اینجا رو منفجر کنیم. کیوی شروع آهنگ با جیغ شما دوستان که سقف اینجا رو میخوام رو سر من آوار کنه. بریم. قطعه مالکیه؟ از محسن چاوشیه به اسم غیر معمولی. آه عالیه، ما آمدیم. یک دو سه. شکر در این دوتا آتیش باره باری کلا. یه کار کرده اصلا برمی اومد واقعا، من احسان کردم یه دوستش دارم ولی. خب فهم نظر چیه رجوع؟ گفتن به من در گوشی، گفتن خیلی افتضاح آخه این چه کار شد، ولی گفتن تو بگو که من نگم، منم امتثال امر کردم، وگرنه به نظر من انقدام افتضاح نبود. خب بله، به هر حال فرمان کارش اینه و اون خیلی موجه نظرش. من کی باشم رو حرف ایشون حرف بزنم؟ من چی کارم که رو حرف فرمان بخواید واقعا. خب فرمان فوق‌العاده بسیار با استعداد، پر انرژی، دیگه تمام جمع رو ماشاءالله سر شور و شوق آورد و
چیزی میشه حالا دیگه. من خیلی برام عجیبه که الان قرار استعدادی در من کشف بشه یا نه. یعنی من چرا اینجا؟ چرا من در چیکار میکردی؟ راست میگی، الان که خوب فکر میکنم همین کار رو باید انجام بدم. آره؟ خوشحالم. فقط یه چیزی، یه صحبتی با مردم دارم. بله. احسان کرمی واقعا خواننده است، اینو جدی میگم، یعنی میتونیم بله. الان بله. ازش خواهش کنیم که زنده بخونه. قربونت بعدیشو بگو. اما احسان به زودی آلبومش هم منتشر میشه. نه آلبوم نه میکنم. ولی یا تک آهنگایی ازش خواهیم شنید. کنسرت بله. و یعنی به زودی احسان در این عرصه خواهد درخشید. مردم به من من هیچ شانسی برای موفقیت ندارم جز همین، چون من نیم دونگ صدا دارم که فقط باش میتونم حرف بزنم و بس. من دیگه عرضی ندارم. چرا میلرز انقدر؟ به خاطر کمخوابیه. احسان من میبرمت، دیگه دست من نیست، بستگی داره به تو. ای وای من. اسم این آهنگ خیلی ویژه است و به نظرم خودش کمدی با نمکی داره و توی خود آهنگ هم یه شوخی های کلامی وجود داره که امروز خواهید دید. اسمش چی بود؟ اسمش هست غیر معمولی. غیر معمولی. بله. چرا خواهد چشم بگذر؟ بودو بودو اسکیتی شد. آره برداری دو بدرخش. آقا بدرخش ایشالله که دعا کنیم آره من رای بدیم. آقا برم برو. سپاسگزارم. خیلی قشنگه. ماشاءالله بهت. سپاسگزارم به محبتتونم. خیلی متشکرم. یه توضیح بدین. قطعه‌ای که شنیدید قطعه‌ای بود از آلبوم قدیمی من بله. که سال 81 فکر می‌کنم منتشر شد به اسم آلبوم راه عشق. قطعه‌ای که از این آلبوم شنیدید به اسم بابا حیدر بود که آهنگسازی و تنظیمش هم از این حقیر بود. امیدوارم که لذت برده باشید. شما خیلی ماهین. خیلی ممنونم. متشکرم از فرمان عزیز. از فرمان عزیز من همش توهم اینو دارم که میره زیر چونم صدام نمیاد. خیلی متشکرم ازت، لطف کردی. و بچه ها نظرتون چیه؟ چطور بود فرمانه؟ خیلی خوب. مخلصم. ما از حضورت مرخص میشیم. مخلصم. مرسی از این ور شما. سال خیلی خوبی داشته باشین. یا هم همینطور. خب ما میخواییم بریم سفر. یه سفری رو محمود کریمی عزیزم به همراه بهروز وقایعی که تیم من با هم دیگه، محمود پشت دوربین و صداش، با بهروز عزیز با همدیگه رفتن و راه افتادن، همجور دارن ایران رو میگردن با یه کاروان خیلی خوشگل که اصلا کاروان خود خندوانه است. رفتن کرمان، امیر کربلایی زاده رو هم با خودشون بردن. خب بریم بیم، بریم بیم. یه دو سه بریم. سلام، تو بازار کرمانی اومدیم که یه برنامه دیگر رو بهتون نشون بدیم. اینجا هوا خوبه دیگه، مثل خودتون دارم میگم همون چیزه که شما پرچون باشی باشی میگم کاش کن دیگه. سلام، خوبی؟ بازار کرمان و هوای خوب و به من چه نگاه میکنی؟ خوب نبون؟ باشی 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 قصد کن. چی باید میگفتن؟ تو
بازار کرمانیم اومدیم که شما رو ببریم. سب کن بیم سلام علیکی چیزی سلام یادم آقا بقایی میشه بریم با هم بگیم تو گفتی من خودم میخوام بگیم آه اشتباه کردیم دیگه با هم بگیم دوباره بگیر با هم بگیر با سلام سلام در بازار کرمانیم یک روز دیگه با شما با بگیم که یه برنامه جدید بهتون نشون بدیم یک برنامه دیگه با خندمانه با ما باشید دوتا بیان بیان و زیره نخواهید زیره به کرمان نبرین زیره از کرمان ببرین بیه سلام سلام از زیره بهتر این بهتر از اون زیره است تو عرض ادب خواهش میکنم ولی از این بهتر هم بخوان هست دست شما درد نکنه دوستا زیره بهتر زیره میخواستید زیره خوب سلام 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 تلویزیون آیه چیز هستی شما؟ بقایی خندبانه؟ بله آقای بقایی خیلی خوش آمدین خیلی خوش آمدین بله خواهیم آقا قوتو بدم خیلی خوش آمدین ببرم دوستان تو بگیم ببرم خیلی خوش آمدین آقا راشی شما شبیه یکی از دوستان ما هستی به اسم شما امیر کربلایی زاده این؟ من امیر هستم آقا امیر کربلایی زاده تو خندوانی استنداپ کمدی بابا کمدی بازی می‌کنه تو کمدی ماشاءالله ماشاءالله بله 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 من هر جا میرم تو بازار اینا واقعا می‌ذارم همه ما میگن تو شبیه ماشاءالله ماشاءالله تو بس ماشاءالله ماشاءالله می‌شناسن ما میشن کربلایی زاده شما رو بس ماشاءالله ماشاءالله می‌شناسن شما خودت دیگه میگن ماشاءالله ماشاءالله که مثلا میگن اون آقای کربلایی دیدی گوی آفرین آره گفتی امین نه گفتم امین خدا خدا بکنه من گفتم امین خون آ میگم میگید امین شما خودتون کدوم قسمت خندوانه رو دوست دارین همون قسمتی که می اومدن به اصطلاح با هم دیگه در میکردن چیز در میکردن استنداپ کمدی اصلا همون چیز میکردن نجر میگن آقای آقای کربلایی زاده و آقای غفوریان اینا همشون خیلی خوب بودن خیلی خوب بودن مردم رو شاد میکنن دستشون درد نکنه آقای جوان دستتون درد نکنه بس آقا یکم زیره بده آقای زیره سیاه هم شنیدم دارین زیره سیاه بابا کوهی هست سبز هم هست نه اینکه کوهی هستش باز خودش ریزه درشته
باز ریزای کویا بس بهتره. خیلی ممنون. بهتر بفرمایید. خیلی خوشم اومد. خیلی ممنون. جان صد بفرمایید. آقا بکش براش بیشتر ببرید بابا. بابا برای فامیل فک فامیلا ببرید. آقا تو کرمان شما رو میبینن فکر میکنن شبیه آقای کربلایی زاده هستین، چی بهتون میگن؟ ما اصلا بچه های خودمون دو تا دختر سوسکیر میگن اجرا کنیم؟ یه آره میگن سوسکر اجرا بسیم، ما کربلایی نیزیم، رفتم مدرسه هم میگن کربلایی پدر ماست، میریم مدرسه میگن اشتباه میگن عکسی آره ما میگم دیگه چی کار کنیم، یه ذره خودم رو چی خیلی خواهم باشا نه از جوکی هستیم باشا خیبت من نمیدیم کدو بقل کدو ببرم ولی بعد بزنیم به تخته بعد از اون مهمان ما ایده است ماشالله مشکل مو نمیزنید از اون باور کنید یه دقیقه کلتون رو بردید یه دقیقه کلتون رو نه من این کلا بکیر بارو گرم من دستگاه کجر مورد بارو کنید آقا کلتون رو بردید ایسکا بارو گرم نه قولشون نه چرا ابو خیلی قولشون میگه خبر دارین تو سری جدید امیر کربلایی زاده میاد یا نمیاد؟ میان همه هم کومیدیان اینا هستن دوباره؟ شما خبر دارشون نه میان اینجا میان؟ بعد اینجا تو میان نه برای جای دیگه ببینیم کرمان اینا نمیان ایچ کنیم؟ چرا برای آقای کربلایی بیان میان کرمان نه بلندیه ما ایسی میگیم تو برادر تو قلو بودی بیمارستان از هم دارم آقا خوشحال شدیم برام آقا چیزی نبرد به خدا آقا خیلی ممنون با عرض ادب و مهمان ما قربان آقا نه یه عکس یادگاری آقا یه عکس یادگاری آقا یه عکس آقا کلا برداشت آقا بگی سی بزن بگی سی بگی سی آقا سی ماشاءالله ماشاءالله خیلی ممنون آقا بله عالی عجیبه میدان ارگ اینا جای قدیم اگه چیز نیستش بگی من خودم بیام باهات قربان شو خدا بیام مثلا میخوام بیام باهات قربان سلامت باشی خدا قربان آقا نمیزد باشا نمیزد که خودشه حالا خوشبی آقا چقدر این دست هم گرسو هم آقا جا بردی؟ نه خود رو بردی آهنگ بابا حیدر فرمان عزیز رو اگر میخواین روی آهنگ پیشواز گوشیتون استفاده بکنین خطتون میتونین کد 551-566 رو 551-566 رو به 7575 ارسال بکنین تا آهنگ پیشوازتون بشه آهنگ زیبای بابا حیدر فرمان فتحعلیان کسایی که سیمکارت ایرانسل دارن و اینم بهتون بگم که میتونید اپلیکیشن خندوانه رو در وبسایت ایرانسل اونجا انتخاب بکنید دانلود بکنید و کلی چیزای باحال قراره که ما اونجا براتون ارائه بدیم و باشون کیف بکنیم فرمان فرمان که میگفتن همه ایشون بودن؟ نه اون مالی فیلم قدیمیه خواه دیدم دیگه ما پای اون فیلم زار زدم یکی اون فیلم یکی شعله گریه ها کردم ما پای فیلم ها به جان خودم چرا اینقدر گریه میکنی؟ نمیدونم چه غمی دارم گفت دستای قوی داری تا کور بعد اون میرفت یه شیشه خورد میکرد یه ساعت یعنی انگار که پای ما زخمی شد اون لحظه میفهمم سه ماه پا همه بسته بودم چرا؟ نمیفهمم آتل بندی کرده بودم سر اون جریان جان تموم بکنم این موضوع رو بفرما خواهش میکنم و شما یه اپلیکیشن دیگه رو هم میتونید روی باز دوباره وبسایت ایرانسل انتخاب بکنید به اسم مای ایرانسل که اونجا تمام اطلاعات
خطتون رو، آنچه که شما از گوشی و خطتون استفاده کردین میتونین اونجا ببینین، یعنی چقدر شارژ دارین، چقدر تلفن زدین، چقدر بهتون زنگ زدن، چقدر اسمس زدین و و و و و. پس میتونین از اون استفاده بکنین. رامبو جان ببخشید این گوشی مو دیشب افتاد تو سینی لبو، الان درست کار نمیکنه، شما بلدی درستش کنی؟ من یه نگاه بهش میکنم. گفتم چون تخصص داری داری صحبت، گفتم شاید وارد باشی تو جان. یه بوس برام بفرست. بوس بگیر. یه بوس بفرست. برو بوس خدافز، بوس خدافز. برو بشین رو یقه سفید رامبو. نشست اینجا. برو برو برو. نشست اینجا. یقت بوسی شده رامبو. آره. آره بکن زیر او آبیه. قشنگ داره دیده میشه. بیا اینم ور میدارم میذارم این زیر. خوبه؟ آره رامبو من خیلی خوشحالم. چرا؟ بابای دو نفری که اینجا نشستن خیلی حال میکنم. منم خیلی حال میکنم. آره. یعنی مو دیوونه احسان کرمی و امیرعلی نبویان هستم. بزنقدش بزنقدش امیرعلی یعنی رامبو ما پای قصه های امیرعلی تا صبح گریه ها کردم با همش هم گریه نمیدونم نمیدونم یه سوزی داشت تو قصه ها هیچ سوزی توش نداشت چرا چرا او سوزش ما میفهمو که دل سوختو میفهمو و پای خوندنای احسان کرمی پای چی خوندنم رامبو یعنی خراسونی میخونه لیتر لیتر ما عشق میریختم به جان خودم لیتر 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 عشق میریختم احسان جونم میشه الان یه تیکه همو که او شب برام خوندیه بخونی گریت میگیره جان مهمونه میکنی احسان گریهش میگیره تیکه حالا گریه نکنی ها نه دارم دستت بذار روشونه من باش باش امیر علی میشه دستم هم تو بگیری جونم بیاز نه ما رقیبیم این کار من نه ایف ندارم ما پیوندی هستم بینیم شما دو نفر علاو تو که نازنده بالا دل رو بایی تو که بی سرمه چشمون سرمه سایی تو که مشکین دو گیسو در قفایی به ما گویی که سرگردون چرایی سرگردون چرایی سرگردون چرایی دل ای دل ای دل ای دل عزیزم کاسه چشمم سرایت میونه هر دو چشمم جای پایت از او ترسم از او ترسم که غافل پانهی باز نشین خار مشگونم به پایت به پایت به پایت چی شدی؟ باری کلا باری کلا وقتم گریت میگه بیا ما شد تو چی شد؟ رامبو ما برام یه 10 دقیقه قدم بزنم برگردم نه واقعا دیگه تو هم دیگه سری مسلط شو به خودت دیگه زود باش مسلط شدم به خودم دو تا نفس عمیق بزن دو تا نفس عمیق بکش مسلط تر بشی دومی رامبو میشه همه شما با من چند تا نفس بکشید آره همه با هم مثل جناب خان نفس عمیق بکشید یک دو سه دومی بهتر شد امیرعلی جان میشه شما الان دو ساعت او قصه هات برام بخونی دو ساعت دو ساعت خب ما دوست دارم چیه میخندی ما دوست دارم اینجا وقت دو ساعت نداریم قد نشنگ میخونی از خانوادهش میگی عاشق این قصه هاشو بخونا باید یه شبی قول بدی حتما بیای خونه ما من برای تا صبح قصه میخونم قول میدم بعدی امیرعلی میدونی اهل کجاست بگو امیرعلی بگو اهل کجایی ما دیوونه لهجه و زبون اینا هستم بگو. عزیزم من آمولیم به 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 یه دست نداره یعنی ما آمولی هستم
امیر علی ریکان ناپم به جار نشم به خاطر یار نشم به خاطر یار نشم امیر علی ریکان ناپم به جار نشم هر کاری من میکنم امیرعلی هم میکنه رام بود و این درست نیست. اینکه بوس بوس کردین با هم دیگه چرا فکر میکنی بوسیدن اختراع توه آخه؟ رامبو جان تو مسابقه تون گفتی چیه جریانش؟ ببین لباهنگ چی؟ لباهنگ لباهنگ؟ بله دیگه هر کاری ما میکنی مد میشه نه؟ سری بر میدارین به اسم خودتون کپی میکنین تو بازار نه؟ سب کو ببینم تو چیکار کرده بودی مگه؟ لباهنگ دیگه تو کی لباهنگ کردی؟ چرا دیگه لباهنگ مخفف لبو آهنگه آها یعنی نه. آهنگا که ما برای لبو میخونیم نه عزیز من چرا دیگه نه. لبو لبو گل گل بند لبو لبو داغ خوشمزه لبو 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 گل گل بند لبو 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 داغ خوشمزه و این لبو لبو احوان بیا یه آلبوم دو صدایه بدیم جناب خان به این میگن لبو آهنگ جان بیام بیا یه آلبوم دو صدایه بدیم اولش هم امیرعلی دکلمه کنه قصه هاشو نه نه بابا هی امیرعلی امیرعلی رامو